آقای حنیف اتمر که دیروز از سمت خود به صفت مشاور شورای امنیت ملی استعفا کرد، در استعفانامه خود دلیل این کار را اختلافات جدی با سیاست‌ها و روش‌های سطح رهبری دولت در امور مختلف عنوان کرده. برای بحث پیرامون دلایل استعفای آقای اتمر و تحولات سیاسی اخیر در داخل حکومت افغانستان با آقای خلیل الرحمن سروری، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی که هم اکنون از استودیوی کابل با ما هستند گفتگو میکنیم. آقای سروری، با سلام و تشکر از اینکه وقتتان در اختیار برنامه ما گذاشتین. آقای غنی امروز در مراسم معرفی آقای عبدالله محب، مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان، گفت که از آقای اتمر در بخشهای دیگر استفاده خواهد کرد. و نظر شما آیا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری این امکان وجود دارد که آقای غنی تصمیم داشته باشه از آقای اتمر در کمپاین انتخاباتی خود استفاده کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، خدمت بینندگان تلویزیونی صدای آشنا. باور به ایست که آقای اتمر استعفا نکرده، بلکه وادار شده برای استعفا. ولی شکی نیست که نمیشود اوضاع سیاسی را در افغانستان به صورت دقیق پیش بینی کرد، ولی هر احتمالی وجود داره و بعضی از صحبت های به شکل ریخته و گریخته وجود داره که احتمالا آقای حنیف اتمر خود نیز یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان است. ولی من بعید میدانم که آقای اشرف غنی از حنیف اتمر مجددا در بخش‌های مختلفی دولت استفاده بکنه، و به دلیل از اینکه از کار کردی آقای حنیف اتمر در شورای امنیت رئیس جمهور رضایت چندانی نداشته. همزمان با استعفای آقای اتمر، خبر استعفای وزیرای دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی نیز منتشر شد. اما آقای غنی تنها استعفای آقای اتمر را پذیرفت. به نظر شما دلیل این کار آقای غنی چی میتونه باشه؟ خب شکی نیست که به صورت دست جمعی استعفای ادارات کلیدی مانند وزارتخانه های سکتوری افغانستان دولت را به چالش میکشاند و ملت را نسبت بر توانایی دولت بی باور می ساخت و ای بیشتر فرصت می داد برای تقویه دشمنان مردم افغانستان، و ای کار عاقلانه و منطقی از بود سیاسی و حکومتداری نیست، و احتمالا ایالات متحده آمریکا و در داخل ریاست اجرایی تلاش کردند و مشوره دادند که باید استعفای وزرای سکتوری همزمان پذیرفته نشود. ولی ما باورم به ایست که احتمالا آهسته آهسته تعدادی از اینها مطابق لزوم دید از قدرت کنار بروند. آقای سروری، آقای عبدالله محب به جانشینی آقای اتمر تعیین شده. نظرتان در مورد از این تقرر چیست و آیا آقای محب به نظرتان میتونه یک نقش مفیدتر بازی بکنه در داخل دولت؟ اجازه بتین یک کمی به عقب بر بگردم و یک اشاره کوتاه هم راجع به کارکردهای آقای حنیف اتمر در شورای امنیت داشته باشم. و یک چند دلیل عمده و شاخص برای استعفای حنیف اتمر از شورای امنیت، از مشاورت شورای امنیت دولت افغانستان وجود داره. یکی ای که شورای امنیت یک قدرت موازی را شبیه قدرت رئیس جمهور داشت و اکثرا در بخش تعیینات تبدیلی ها نقش بسیار کلیدی را ایفا میکرد که ای برای ریاست جمهوری خوشایند نبود، و حتی باورم به ایست که ایالات متحده آمریکا هم از تشکل یک قدرت موازی در پهلوی ریاست جمهوری اون هم زیر شورای امنیت راضی نبودند. بحث دیگه هم این بود که بیشتر تقرری ها به وسیله شورای امنیت صورت میگرفت. مسئله دیگه هم که اکثرا مردم به او تاکید میکنند ایست که شورای امنیت و در رأس آقای حنیف اتمر یک فاصله را بین احزاب سیاسی، احزاب جهادی و رئیس جمهوری افغانستان با وجود آورده بود، و در بحث از اختلافات بین رئیس جمهور و ریاست اجرایی نقش کلیدی داشته. به این دلیل گفته می شود که در برخی از موارد موجب عدم موفقیت برنامه های دولت و عدم تأمین رابطه نزدیک دولت با احزاب سیاسی و مردم شده بود شورای امنیت، و این اقتدار به نحوی قدرت ریاست جمهوری را از هم ریخته بود. مسئله موضوع مهمی دیگه است که آیا فردی که استخدام شده و در عوضی آقای حنیف اتمر، باورم به ایست که با آنچه که من میدانم رئیس جمهور از یک آدمی که بیشتر تابی باشه و در تیم کاریش کار کنه خوشش میاد، و
احتمالاً آقای محیب میتونه یک همکار خوب و یک آدم تابعی من حیث یک جوان در بله. پهلوی رئیس جمهور کار کنه و یکی مسئولیت های کلانی را در افغانستان ای بوتانه عملی بکنه ما بعید میدانم بله. اما احتمالا یک همکار خوب است برای رئیس جمهور از این گزینوش راضی است و آقای محیب بله. میتونه یک همکار خوب برای رئیس جمهور باشه. یک جان تشکر از حضورتان در برنامه، وقتتان خوش.